الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله العلي العظيم محترم حضار و اسلامی امارت محترم و مشرانو مجاهدینو حضار کرامو او ټولو هغو افغانانو چې زموږ دغه مراسم له نږدې او لرې څخه ګوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واقعا هم نن د افتخار او د لاسته راوړنو د یادښت ورځ ده تیر کال دا وخت زموږ مجاهدین او د اسلامي امارت ځواکونه وتوانېدل چې همدا نن کابل ته ننوځي او د وخت تیره اداره هغه نور پای ته ورسیږي او د امریکایي اشغال کمبله ټوله سي. دا چې په دې لاره کې د اسلامي امارت چتر لاندې ډیرو افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړ، شهادتونه یې قبول کړل، قربانۍ یې ورکړې، معیوب شول. الله تعالی دې ټول قربانۍ قبول کړي، شهادتونه دې الله قبول کړي، او هغه کورنۍ سي ویرجنې او غمجنې دي الله تعالی دې هغو ته هم نعم بدل ور په نصیب کړي، الله تعالی دې د دنیا او آخرت خیر ور په نصیب کړي. واقعا هم اسلامي امارت په پښو درېدل او تاسیس کېدل، بیا ځل امارت جوړېدل لوی الهي نعمت و چې شکر غواړي. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د دغه ستر نعمت شکرګزاري وکړو ان شاء الله تعالی. برادران محترم، این روز پرشکوه و پر ارزش در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد، روزی است که هرگز تاریخ ما ای را فراموش نخواهد کرد. قربانی که به خاطر این روز داده شده بود در تاریخ افغانستان مثال بسیار کمی دارد. هر بار که اشغالگران از افغانستان رانده شده اند و نظام هایی که تحت تمویل اشغالگران جا به پا بودن و از پا در آورده شده اند، او روز روز پر افتخار تاریخ ما است. حتما این روز هم در تاریخ افغانستان تسجیل شده و تثبیت گردیده که کسی نمیتونه از آن انکار بکنه. آن مبارزینی که به خاطر این روز و این ایام قربانی دادن، واقعا هم در تاریخ اسلام، در تاریخ کشور ما کسانی هستند که کم نظیر و بی‌بدیل هستند. ما باید قربانی های آنها را هرگز فراموش نکنیم. امارات اسلامی افغانستان سیر یک ساله خود را تکمیل کرد. این سیر با فراز و نشیب مختلف مواجه بود. طبیعی است نظام ساخته شد، تمام ادارات به فعالیت آغاز کرد. قبل از اینکه ادارات به فعالیت آغاز بکند، تمام آن مفاسدی که در نظام رژیم قبلی در ادارات وجود داشت از بین رفت و زدوده شد. در عوض آن نظام اسلامی احکام قرآنی، احکام شریعت پیاده گردید. مسئولین ادارات مخلصین به کشور خود، به دین خود، به ارزش ها و متحد بودن و متحد هستن، و ما مطمئن هستم که انشاءالله این سیر یک ساله ما نسبت به گذشته، نسبت به 20 سال گذشته که در تحت اشغال آمریکایی با امکانات بسیار زیاد تیر شد، پر دست آورد است. مثال هایی را بزرگا یاد کردن، امنیت یک سال نسبت به 20 سال گذشته شما مقایسه بکنید چقدر تغییر زیادی داره. همچنان اتکای مملکت به منابع خود نسبت به 20 سال گذشته بسیار تفاوت داره. این بسیار آسان است که یک کس کشور خود را بفروشه، ارزش های خود را بگذره و از بیرون پیسه به دست بیاره، باز در اینجا عیش و عشرت بکنه و یک ساختمان بسازه و یک جا بسازه. مگر این کمال نیست. کمال این است که حفظ استقلال، حفظ آزادی، حفظ حریت، حفظ اصالت خود را هم داشته باشیم و پیشرفت بکنیم. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان در یک سال گذشته با وجود از اینکه استقلال خود را حفظ کرده، با وجود از اینکه در تمام فیصله های خود ارادیت داشته، ولی مملکت را هم به حرکت در آورده، تمام ادارات دولتی هم به تحرک آمده، اعم از اینکه ادارات امنیتی باشه یا غیر امنیتی، ادارات ملکی باشه
ادارت اقتصادی باشه، تمامشان به حرکت در آمده. ما یک مثال بسیار خرد از در وزارتخانه ای که ما مسئولیت داشتم در یک سال گذشته حس میکنم، بزرگای جاششتن حس میکنن. وزارت اطلاعات فرهنگ زمانی که ما آمدیم به یک مخروبه مبدل شده بود، درست است چند تا کاوچ چوکی داشت ولی چیزی که از وزارت خواسته میشد نداشت. ارگانهای مختلف به هم هماهنگی نداشتن، ولی الحمدلله در یک سال گذشته بسیار کار شد در عرصه فرهنگ، در عرصه ادبیات، در عرصه خبر، در عرصه احیای آژانس، در عرصه چاپ رسانه های چاپی و مدیریت رسانه های آنلاین. پیشرفت بسیار زیادی را انشاءالله داریم. این یک مثال است. تمام ادارات امارات اسلامی افغانستان در سال گذشته سیر بسیار موفقانه و خوبی داشته که خودش دستاورد است و انشاءالله ما میتونیم سالهای آینده را برای خود یک میاد مقرر بکنیم که انشاءالله پیشرفت عظیم و بهتر را خواهد داشتیم. ولی دشمنان افغانستان هنوزم متاسفانه در کمین هستند. شماری از غربی ها ادارات و ارگان های مختلف در غرب هنوز هم ادعا دارند که حقوق بشر در افغانستان ضایع میشه، یا امارات اسلامی افغانستان حق بشر را نداده، حقوق خانوما را تلف کرده. ولی فراموش میکنند قبل از اینکه امارات اسلامی افغانستان در جابه ما روزمره بیشتر از 100 تن تلفات افراد ملکی را داشت. ما در موقعیتی قرار داشتم که تلفات ملکی را روزانه و با افتوار حساب میکردیم. واقعا او راپورایی که ما به دست می آوردیم دلخراش بود. بیشتر از 100 تن افراد ملکی در اکناف و اطراف کشور تلف می شدن. خانه های مردم تخریب می شدن. مردم البته افراد ملکی به زور به زندان ها کشانده می شدن. خانم ها من حیث مادر، من حیث خواهر و من حیث خانم در ماتم اقارب خود ششته بودن. او زمان هیچ حق بشر تلف نشده بود. هیچ راپور درست از او زمان نبود، ولی اکنون که هیچ چیز از او چیزا نیست، در بخش محدود اگر شکایت های وجود داشته باشه به اساس مسائل اقتصادی و یا شرعی ملحوظات خواهد بود که بعضی مردم نتانستن یا بعضی اشخاص نتانستن شکایتشان رفع شوه، ایره باز یک راپور بسیار پر اهمیت نشر میکنند که گویا در افغانستان حق بشر ضایع شده. چنین نیست. حق بشر محفوظ است. حق مهم بشر زندگی انسان است. زندگی افغان در افغانستان مسئول و محفوظ است. آبرو و عزت برای افغان ها مهم است. حق مسلمشان است. از خانم ها و از مرد ها و از همه. حق همه محفوظ است. اطفال حقوقشانی است که خوب رشد بکنند، در سوگ و ماتم اقارب خود نشینند، یتیم نشن. حق آنها امروز بیشتر از قبل محفوظ است. ولی امارات اسلامی افغانستان بسنده به این نمیکنه. بیشتر از قبل تلاش میورده که حقوق شهروندان را بده به گونه احسن. ولی هموطنان ما هم باید حقوقی را از امارات اسلامی افغانستان تقاضا بکنند که طبق شریعت اسلامی باشه، طبق احکام دین باشه. در اونجا ان شاء الله امارات اسلامی متحد به اعطای حقوق افراد می باشه. یک موضوع دیگری را که اشاره میکنم این است که تعدادی از سیاسون به اصطلاح بیرون از کشور تجمعات دارنده این روزها. او تجمعات هم تجمعات فیزیکی نیست، من که آنلاین جمع میشه. اما کتله مفسده که از سال 1370 او 71 به ایسو علت اصلی مفاسد 30 سال اخیر کشور شده اند. آنهایی که جهاد را بدنام کردند، آنهایی که آرمانهای جهاد و شهدای جهاد علیه اتحاد شوروی را به اغما بردن و بدنامی مبدل ساختن، آنها هنوز هم آرام نمیشینن، هنوز هم در غم جا و جلال خود هستن، باز تجمعات شریر خود را در اکناف و اطراف جهان تلاش میورزن که احیا بکنن. پیام امارات اسلامی افغانستان باز هم یه است که هنوز هم موقع داریم، هنوز هم برای تان دروازه عفو باز است. ولی من حیث اشخاص سیاسی، من حیث یک مسئول یا وزیر و چیزی که بودین قبل، باز این خطه پذیرفته نمیشه. ملت از شما خاطرهای بسیار بدی را دارد. عامل یقین بکنید که عامل 20 سال گذشته که آمریکایی ها آمدن اینجا مسلط شدن، تمام امکانات خود را به کار بردن، باز هم نتانستن که اقلا فساد را جلوگیری بکنن، اون فساد اداری را که اداره خود نمیخواست. عامل بزرگ امی کتله شریر بود که در اوجا وجود داشت. اینهای بازم دعوای ازیر دارن که افغانستان را
اشغال میدانن و در صدد تلاش نجاتش هستند. پیام امارات اسلامی افغانستان بسیار واضح است. باز هم دروازه عفو باز است. اگر استفاده نشه دمی حالت شرارتتان به گور خواهد رفتین. آرمانتان را هم به گور خواهد بردین. ملت دیگر شما را نمیخواهد. تمویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان استاد شد و با بمبارد آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدین. باز او آمریکا هم نیست. امروز آمریکا هم قدمات مرد خلاص شد. آمریکا در 100 سال باز نمیتونه افغانستان را مورد تاخت تاز خود قرار بده ان شاء الله تعالی. دیگر ابرقدرتی هم وجود نداره که علیه افغانستان و افغان ها قد علم بکنه. پس تمویل بیرونی خود را به کلی از بین از دست داده این. نباید به امید کدام مقتدر دیگه بشینین و باز علیه ملت خود دسیسه سازی بکنین. پس خوب است که همراه صلح آرامش یک جا شوین. مملکتتان است، متملکاتتان در کشور وجود داره، بیاین از همه استفاده بکنین. امارات اسلامی افغانستان امنیتتان میگیره، زمینه زندگی خوب را براتان فراهم میکنه. بدون از اینکه شرارت کرده باشین، بدون از اینکه بیشتر خود را رسوا ساخته باشین، خوب است که با عزت بین در کشور خود صاحب زندگی آرام شوین. در اخیر از همه نیروهای امنیتی و مجاهدین ما بازم متشکر هستم که این قربانی را که ما امروز تجلیل میکنیم محصول خون آنها است، محصول قربانی آنها است. باید بیشتر کوشش کنند که امنیت مردم هنوز تامین شود، مردم از امنیت روانی هم بیرون شوند. گاهی وقت ترس و لرز در گاهی جا از علت بعض از شرارت های بعض از حلقات به وجود میاد که طبعا آرامش را بر هم میزنه. باید تمام نیروهای ما متوجه بیشتر امنیت مردم شوند که یک چیز بسیار مهم است. و مردم ما هم باید هنوز هم همکار امارت اسلامی باشه، همکار نیروهای امنیتی خود باشه، که امنیت یک چیزی بسیار مهم و حیاتی است که تمام مردم ما از آن برخوردار باشد. از مسئولین امارت اسلامی افغانستان تقاضا احترامانه میکنیم که به مسائلی که حساس است، مردم ما نیاز داره، حکومت داری نیاز داره، جمع تجمعات مردم، یکجا شدن ملت ها نیاز داره، توجه بیشتر بکنند، علاقه خود را با ملت بیشتر بسازند، شکایت مردم را بیشتر بشنوند. مسئولین محترم دروازه های خود را پیش مردم هنوز هم باز بسازند، با آنها ببینند، آن شکوهای آنها را بشنوند، تا بتانیم این مملکت را با هماهنگی بین نظام و مردم به پیش ببریم، صاحب آرامش، پیشرفت و ترقی شویم ان شاء الله تعالی. وقت کم است، از همه شما بازم پوزش می خواهیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.